و های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم حامیانش او را فقیه مرجع تقلید نویسنده شاعر و بنیانگذار نظام اسلامی ایران می دانند. از کودکیش داستانهای گوناگونی نقل می شود. سید احمد موسوی هندی، پدر بزرگ روح الله خمینی از مهاجرین هند و ساکن نجف و سید مصطفی پدر خمینی روحانی و مشتهد ساکن خمین بود. روح الله آخرین فرزند خانواده خود در اول مهر ماه 1281 خورشیدی در شهر خمین به دنیا آمد. او تحصیلات مقدماتی خود را در مکتبی محلی مدرسه خمین، عراق و حوزه علمی قم سپری کرد. روح الله در سال 1308 با خدیجه سقفی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو پسر و سه دختر بود. سالهای پس از 1310 تحرکات سیاسی خمینی آغاز شد. 1315 به قصد تدریس به تهران آمد و نامه سرگشاده برای کشتن تاریخ نویس آن زمان احمد کسربی در سال 1323 از اولین تحرکات سیاسی او بود. در سالهای آغازین دهه چهل خورشیدی و پس از مرگ آیت الله بروجردی مخالفت خود را با رژیم شاه آغاز کرد. مخالفت با اصلاح قانون انتخابات، مخالفت با طرح انقلاب سفید، اعتراض به حادثه حمله به مدرسه علمی قم از جمله تحرکات او بود. سخنرانی علیه شاه در 13 خرداد 1342 باعث دستگیری دو ماهه اش شد و اعتراض به حق کاپیتولاسیون باعث تبعید او به آنکارا، نجف و سپس فرانسه شد. او در زبان تبعید ارتباط خود را با نیروهای مذهبی و سیاسی حفظ کرد. پشتیبانی و حمایت برخی گروه های سیاسی و روشنفکران چپ و لیبرال آن روزها توجه جامعه جهانی را به او جلب کرد. خمینی به توصیه مشاورانش تنها راه موجود را خروج شاه از دایره قدرت دانست و مدتی بعد این امر صورت پذیرفت. با بازگشت خمینی به ایران در دوازدهم بهمن 1357 و اعلام بیطرفی ارتش شاه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. در دوازدهم فروردین 1358 رفراندومی برای تعیین نوع حکومت برگزار شد. خمینی مهدی بازرگان را به سمت نخست وزیری دولت موقت و صادق خلخالی را به عنوان حاکم شرع دادگاه های انقلاب منصوب کرد. خلخالی با کمک کمیته انقلاب در شهرهای مختلف صدها نفر را اعدام انقلابی کرد. پس از بازرگان بنی صدر از نزدیکان به خمینی در پاریس به ریاست جمهوری رسید. اما مدتی بعد بازرگان مجبور به استعفا شد و خمینی به دلیل موزگیری های انتقادی بنی سرد او را از ریاست جمهوری خل کرد. در فروردین 1360 به فرمان خمینی دانشگاه ها بسته و استادها و دانشجویان چپگرا بهایی و منتقد از دانشگاه ها اخراج شدند. برخورد توهینامیز او با روحانی سرشناس منتقد آیتالله شریعتمداری شریعت مداری رابطه خمینی را با برخی چهره سرشناس روحانی تیره کرد. با حمله عراق به ایران در سال 1359 جنگ آغاز شد. در تمام طول جنگ هشت ساله خمینی با قاطعیت بر ادامه جنگ تاکید می کرد. اما نارضایتی مردم و کمبود امکانات او را مجبور به نوشیدن جام زهر و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد. در تابستان 1367 به فرمان خمینی هزاران زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در محاکمه های سرپایی اعدام شدند. این کشتار در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بود. سرانجام مرگ در ساعات پایانی روز 13 خرداد 1368 گریبان سید روح الله خمینی را گرفت. او در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد و در سال نخست با صرف مبلغی بالغ بر دو میلیارد دلار مراکز فرهنگی و زیارتی اطراف آرامگاه او تأسیس شد. بسیاری معتقدند اعتماد مردم و گروه های سیاسی به خمینی به دلیل اقدام های او بر علیه رژیم شاه بود اما کسی در مورد او و افکار پس ذهنش چیزی نمیدانست. این ناآگاهی و نبود رهبری دیگری در جریان انقلاب و شخصیت کاریزمای خمینی بزرگترین عامل به قدرت رسیدن او بود احمد باطوی صدای آمریکا